اصلا این وریفیکیشن اینا رو که حالا انجام دادی وریفیکیشن نیست و وریه، خب از این اصطلاحات وری استفاده کردم وری. بعد بریم سراغ این متد آس. خب این متد آس چیه؟ من اینا رو ببندم دیگه، این یوزر موزر هم باش کار نداره، مون کنترل اینا باشن فعلا، وریفیکیشن اینا هم باشن، وریفیکیشن اینا و یا روی گزینه مثلا ما سلایدر داشتیم درسته؟ روت و گزینه ریسورس اسلایدر رو همینجا آقا میام یه دونه چیز بنویسم، کلوجر بنویسم فانکشن و میام اینجا نگاه کنید شما میتونید از آس استفاده کنید. نگاه کنید آس رو آیوت در واقع همون آس رو که بزنید ایلیمن ساپورت فساد بزنید کلی متد داره. اولیش یوزره، یعنی شما یوزرتون رو برمیگرده. من میام اینجا یه کنترل دوای دیدی میکنم ایشون رو قرار میدم، میام میرم توی این مسیر اسلایده اینو دیگه ما میبندیم ماش کار نداره فعلا، میام اینجا میرم توی این مسیر اسلایده الان برمیگردم این کلوجر نات بی کانورت تو استریم حالا چی هنچ دیدی کردیم و ریسورس خب راست میزنیم و برگشت کنم نال. چرا نال داره برمیگرده؟ مگه من لاگین هم چیزی رو برمیگرده؟ من الان دو تا یوزر دارم ولی دقت بکنید نال برگردون. چرا؟ چون من هنوز لاگین نکردم. اگر لاگین کنید، بیاد اینجا لاگین کنید، برید توی این مسیر اسلایده، الان چی رو برمیگرده بهتون؟ همون شخصی که لاگین کرده جارودین رو جارنیگا رو برگرد تو راجع آیفون مثلا 980 جیم داره. من ندارم من چیزی رو فقط استیک گذاشتم. یعنی شما در واقع میتونید بیا اینجا دیدی کنید چی رو یا اینجا برگردید میگید ریترن. یعنی از این آس خیلی ما استفاده میکنیم پروژه ها. برمیگردیم میگیم یوزر، شما میتونید مثلا به یوزر در واقع به تیبل یوزر دسترسی دارید و برگردید میگی آیدی. آیدی شما برگردون. آیدیشو میگه اینجا برمیگردون و بهت میگه دو. میگم نیمشو برگردون. میگه بیا نیمشو بهت برمیگردونم. میگم چیز شو برگردون، ایمیلش رو برگردون، میگه باشه یا ایمیلش رو برگردون. میگم چیز رو برگردون در واقع created at رو برگردون، میخوام ببینم که generate شده، برمیگردون میگه 2021 این موقع. چه میدونم مثلا توکن رو برگردون، میتونی از توکن استفاده کنی برای برگردون باشه و توکن رو برنگردون احتمالا توکن remember توکن هم و همه اشتباه نشتن. اینو میبینید remember remember توکن و ریمبر یه ایکم داشت ریمبر رو دارم اشتباه نیست ریمبر توکن دیگه بود این رو کپی میگیری به کنترل سی میزنی انتها میاید قرار یوزر ببینید اصلا اجازه میده به ما نمایش بدیم یا نه میزنیم اینجا و میزنم نمایش نمیده. خب چیکار کنم ایشون نمایش نمیده؟ خب یه ایرادی داره. اگه گفتید ایرادش چیه؟ میاد میری توی مدل یوزر اینجا فیلبل اینا فیلبل میشن هیدن. ببینید ریمبر توکن و پسورد رو نمیذاره کسی ببینه. خب من میام ایشون اینجا رو چیکار میکنم؟ حالا میزنم و یه هیدن باشه. خب ما بذاریم این رو کمپلت کامنتش بکنیم ریترن دارم بکنم یه ریترن ریمبر توکن یوزر ریمبر توکن بیاد به ما اجازه بده که ازش استفاده بکنیم. خب این احتمالا تو یه مرحله بالاتر اومده رو دیده میشه. میام اینجا یه کنترل ایکس میگیرم به جای دیدی میکنم این قضیه رو آس ریمبر بذارید آیدی رو بزنم اینو چی هم میگم آیدی دوه درسته نیم درسته پسورد رو الان باید من نمایش بده حتی پشت شده پسورد برگردم درسته رو میمه توکی هم میبرگرد اینجا باید حواستون باشه یا چکار کنید اینها رو از این حالت خارج کنید. خب هیچ وقت این کار نکنید فقط من یه تست کردم ببینید بذاریدشون به همین حالت باشه رو میمه توکیتون هم بذارید به همین حالت باشه کسی نباید در واقع بیاد چی رو ببینه این مقدار رو اینجا ببینه اصلا حق نداره ببینه. خب میایم بعد از اینکه این گزینه رو یاد گرفتید در واقع آس رو میتونید بزنید
ببینید یه متدی داره به نام آیدی، حتی میتونه در واقع بهتون آیدی رو هم چیکار کنه برگرده. آقا مثلا بخواین آیدی ایشون چنده، آقای آسا آشنا میشه، مثلا آیدی ایشون دوه، یا چک اصلا میتونید شما چک کنید ببینید کسی ورود کرده یا نه. مثلا اینجا من برگردم بگم که دیدی آس اصطلاحا چک، چک رو میزنید میان اینجا یه رفرش میکنید، من میگم یه ترو، ترو یعنی چی؟ چک شد، چک شد یعنی چی؟ احسن یعنی ورود داشته، ترو داره برمیگرده. اگه من بیام اینجا مثلا توی گزینه هوم و لاگ آوت رو بزنم، بیام برم صفحه اسلایدر، الان چی برگردونه؟ ببین تمام حالت رو فالس برگرد، میخوام تمام حالت ممکن رو تو ذهنت بذارم. یا اینجا برمیگرد میگی if خب آس، نه بعد اینا باید برید تو پروژه واقعی در واقع انجامش بدید، ولی خب اینجوری مدرسه میگیم چک اگر مساوی شد با ترو خب بهش برگرد مثلا ریترن کن اچ وان، برگرد بگو که به سایت ما خوش اومدید، مثلا تو وب سایت آس، وب سایت آس به وب سایت ما ویلکام. یه قشنگ فارسی فکر کردم، میام اینجا میذارم چی نمایش داره نمیشه چی میشه، بعد به else چیکار کنی return، آقا خوش نمیاد دیگه، شما باید این لطف کنید برید h1 و اینجا برگردی بهش بگی چی tag a و بهش برگردی بگی چیکار کن برو ثبت نام کن. مثلا من میگردم میگم که register کن، مثلا الان بزن اینجا برمیگردم میگه رجیستر. خب رجیستر کجا میفرستی؟ روت. اگه گفتین روت کجا؟ بگی. روت رجیستر. بیان اینجا بزنیم روش کلیک بکنیم بره صفحه رجیستر. خب چرا اتفاق افتاد؟ در واقع اومدم گفتم میگم برو ببین چک کن ببین طرف ترو هستش یا نه، چک از متد چک استفاده میکنه. اگر اوکی بود سلام خوش اومدی، آه خوش اومدی ترش هم بنویسی دیگه، خوش اومدی چی آخه مثلا فلانی اسمش چیه آس یوزر نیم. خب بیایم اینجا و برگردیم بگیم که لوگین و بگیم فلانی، بعد بیان میگیم که اسلایده دار نیمه خوش اومد. خب حالا میام میرم توی لوگین میزنیم و لوگ اوت، حالا میبرو توی اسلایده، اسلایده هم چکار میکنه بگه که برو رجیستر، میزنم اینجا میام اینجا. الان فهمیدید چجوری تو سایت میشه قشنگ رود بندی کرد؟ اینجا دارم مثال مختلف میزنم ببینید. از این چک اوت خیلی میتونه مهم باشه. مرحله بعدی راحت میتونید لاگ اوت کنید. اوس لاگ اوت. الان من بفرستمش توی مسیج چه اتفاقی میفته؟ بیا در تو مسیج اسلایدر اگه من لاگین کنم. اینجا مثلا شما دیدین طرف لاگینه. خب مثلا یه مسیری رو میخواد بره داخلش. مثلا مسیر تست. خب معلوم نکنم اقوام بفرستم چه استرایده میگم اگه توی این مسیر اومد بندازش بیرون. آخه الان بیایم اینجا در واقع برگردم بهش بگم که بیا برو تو صفحه مثلا هوم، الان چه اتفاقی میفته؟ میگم الان داری صفحه ها میبینی؟ یا در واقع ورود کنی. الان من دوباره بخوام برم در واقع میگم که میتونه لاگ اوت کنه، شما میتونید چیکار کنید؟ ریترن ریدایرکت، یا میتونید ریدایرکت میاره دیگه، اینم حل کردم گفتم بچا مثلا ریدایرکتش کنید به صفحه روت، مثلا بگیم که شما بیا و برو سلش هوم، برو صفحه اصلی. الان نگاه کن من میام ورود میکنم، الان میفرستمش اسلایدر، چه اتفاق میفته؟ میگه نات فاوند، مگه نداره اون بالا؟ آها این نیم نداره، این شق و قمر رو مثلا نیم بدیم اسمش رو هوم. این پایین که ما نوشته میشه یو آر ال. خب از این کارا نه، الان میذارم این لوگین اول، یعنی اینجا
یه بار اسلایدر اینو میره کنار کانورت سورتینگ. خب یه بار اینجا کانورت ریدایرکت رو میگه من نمیتونم اینو تبدیلش کنم. خب یه بار همون ریدایرکت کنم، نمیخواد از روت اینجا استفاده کنم، بین همینجا بده روت بشه. خب روت بده چون من توی کلوژر، توی کلوژرم. خب توی اینجا اصلا معمولا کسی اینجا این مدلی کار نمیکنه. بیاد همین به این شکل مثلا روت استفاده کنم، بفرستمش، فرستادمش اینجا، دارم فقط لوگین رو میزنم و لوگین کنم. یعنی اولا شما اینجا اسلایدر بیای منهایی که میندازه بیرون لاگ آوت هم میکنه، من لاگ آوت هم کردم. خب لوگین هم میتونم بکنم، بفرستمش به این مسیر. من اصلا علکی برگردم میگم یوزر، مثلا برای خودم یه مسیر چیز درست بکنم، مسیر مخفی. خب برگردم میگم یوزر، یوزر مثلا فاین، شما فاین کن اور فیل کن گزینه یک رو. خب برگردم میگم آس، هر کی اومد تو این مسیر مخفی که خودش میدونه شما بیا لوگین کن باش، یعنی اجازه لوگین داره. کیو میگم یوزر رو میدم به هر. این الان در واقع میاد اینجا این گزینه، نگاه کنم من اینجا دارم یه مسیر مخفی مثلا برای خودم درست میکنم، میگم آقا هر کی اومد تو این مسیر، کسی نمیدونه این مسیر کیه، فقط الا کسی که سایت در میکنه. میگه تو این اسلایدر که اومد اینجا فایند و فیل کن یک رو، خب یک رو پیدا میکنه و گفتم آس لوگین کن، لوگین کن، بعد از که لوگین کردی ریدایرکت بیا بفرستش کدوم مسیر، مثلا بیا بفرستش توی هم. مسیرش چیه چیزش روتش مسیر هم، هم هم یو آر الش هم هومه، همون مسیر هومه. یا اینجا بفرستمش الان، یه رفرش میکنم اول، بعد میگم بیا برو توی مسیر اسلایدر. خب ببین چی شد، تو رجامین اومد داخل، در صورتی لوگین نبود تو رجامین، من اومدم پیداش کردم و اینجا با این طرف هم چکار کردم، اجازه ورود دادم بهشون. فقط و فقط این مسیر طرف اگر بدونه چیه، اون که ادمینه اینه میزنه بدونه که آقا بیا یه سر بره لوگین بکنه، میزنه قشنگ اینجا لوگین میشه. این هم بحث لوگین بود. ببینم دیگه چیزای دیگه هست که بهتون بگم. خب آس رو هم چک رو هم گفتیم، بحث فایند و فیل لوگین رو هم گفتیم. قبل از گرم سراغ آتوریزیشن بیایم بریم با هم یه دونه چیز انجام بدیم، یه کاری رو انجام بدیم. همینی که بهتون گفتم، گفتم بچه مثلا توی ایندکس هم میتونیم، مثلا توی صفحه بلیدی هم میتونیم بحث همین دانلود اینا رو داشته باشیم. ببینیم چه جوری میشه تو فیلم بعدی.